مقام های محلی جوزجان می گویند که پس از یک درگیری سنگین میان طالبان و داعشیان در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان، بیش از 200 جنگجوی داعش با جنگ افزارهایشان به نیروهای دولتی تسلیم شدند. 230 نفر از داعشی ها با سرکردگی مولوی حبیب رحمان و مفتی نعمت، 30 نفر فامیل هم دارن، از فامیلاشان هم مثلا 30 خانواده با نیروهای دفاعی و امنیتی ولسوالی درزاب سلاح خدا به زمین گذاشتن به دولت تسلیم شدن. وزارت دفاع ملی میگوید که با تسلیم شدن این جنگجویان گروه داعش در این ولایت نابود شده است. دگه در سمت شمال خصوصا در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان داعش دیگر نیست. امروز آخرین افرادش به نیروهای دفاعی افغانستان تسلیم شدند. اما طالبان میگویند که در نبردهای چند روز اخیر داعشیان را در جوزجان ریشه‌کن کردند و داعشیان از ترس آنان به دولت پناه بردند. طالبان دولت را به پناه دادن داعشیان متهم می‌سازند. اما مقام‌های امنیتی میگویند که شماری از داعشیان پس از شناسایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. ولی دولت باید از این چیزا خود نگاه کنم، بسیار خطرناک است. مثلا شما دیدین صلح سه روزه عید کی بود در جلال آباد، چی حال شو روز دیگه، کی میفهمه کی بودن، چطور آمدن و چی کردن؟ در این میان شماری از آوارگان جنگ در ولسوالی درزاب از حکومت میخواهند تا این داعشیان را به کیفر برساند. رد کدوخ برتاو کده بود 22 روز ما شمال خدا جان ندیده است، شمال خدا جان نیست، هوا نمیداد که ما تارت کنم. 35 لک روپی از ما طلب کده بود، زدم او تنیم لک روپی برشی دادم. 9 روز ما دامی چا بودیم خو، یک خدا بود ما امرای ما، دستای ما دستمن زدگی بود، پای ما زنجیر زولانه بود. همین 9 روز ما را بر کدن، 12 لک جمع کدن، در چغم چقر پایین ما را یلک کدن. در ماه‌های اخیر گروه داعش به یک تهدید جدی در ولایت جوزجان مبدل شده بود. هرچند نهادهای امنیتی از عملیات‌های در برابر این گروه خبر داده بودند و هواپیماهای خارجی بارها بر این ولسوالی بمباران کردند، اما این گروه نابود نشد.